آنقدر سلف صالح و آمدن رمضان خوشحال می شدن، دعا می کردن دستانشون به سمت آسمان دراز، خدایا رمضان را به ما برسان و ما را به رمضان برسان. احنف ابن قیس در ماه مبارک رمضان پیر شده بود، خیلی ضعیف، برش گفتن که روزه نگیر، خیلی ناتوان میشه، از راه رفتن میمانی. میدونین چی جواب گفت؟ احنف ابن قیس گفت صبر بر طاعت الله خیلی آسان تر است از صبر در برابر عذاب الله. من صبر میکنم به طاعت تا الله مرا از عذاب خودش نجات بدهد. ابراهیم ابن هانی کل عمر خود را به روزه گرفتن تیر کرد، آخرین روزی که قرار بود از این دنیا سفر بکنه، این جهان فانی را ودا بکنه، در وقت نماز عصر آنقدر تشنه شد، آنقدر تشنه شد، در وقت جان دادن بود صدا میزد که تشنه شدم، تشنه شدم، آب را دوان دوان آوردن به سرش، به دستش داد. ابراهیم ابن هانی آب را گرفت، همین که به دهن خود نزدیک مقدار به دهنش برد آب را، هنوز قرطش نکرده که یک بار یادش آمد، چیزی به یادش آمد، از پسرش پرسان کرد غروب شده؟ آفتاب غروب کرده، وقت افطار است؟ گفت نه پدر جان، وقت افطار نیست. گفت آب از دهن خود پایین انداخت پس دوباره فرمود لمثل هادا، این آیه را خوان، لمثل هادا فلیعمل العاملون، برای این مزد، برای این پاداش، برای این اجر تلاش کنندگان تلاش میکنن. میگه وقتی که آب را انداخت گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، جان به جان آفرین تسلیم کرد. نعره تکبیر. برای ضعیف الایمان ها ماه بهانه رسید، اونهایی که ایمان ضعیف دارن، جناب مولانا معده مشکل داره، من کار میکنم در بازار، من در سفر هستم، جوانه که در ایران کار میکنی، جوانه که در روسیه کار میکنی، جوانه که در تاجیکستان کار میکنی، جوانه که در ازبکستان کار میکنی، جوانه که در ترکیه و آمریکا و اروپا کار میکنی، اگر میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و تو صحت داری، مریض نیستی، بهانه نیاور که خدا حمام تقوا رو فرستاده است، الله حمام رو فرستاده که گناه در بدن تو نماند، بهانه نیاور. برای اونهایی که ضعیف الایمان هستند و شروع میکنن به بهانه آوردن، عزیز من این ما آداب دارد، وقتی داخل مسجد که خانه الله هست میشوی چقدر آداب بر بیان میشه، متوجه باش به پای راست داخل شد، اهل سخن دنیا را ایجا نگو، به ذکر مصروف باش، به یاد الله مصروف باش، به نماز باش، به گریه باش، این ماه هم ماه خداست، آداب دارد، با بار گناه داخل این ماه نشد. امروز از خدا یک معذرت خواهی بکن، هنوز 3 روز فرصت داری، 3 روز فرصت داری، خوب تکان میتوانی خود را یه تکان بدی، میتوانی خود تکانی بکنی، بازیابی بکنی، خود سازی بکنی، 3 روز فرصت داری، از خدا بخواه که خدایا اگر در سال گذشته نتوانستم بندگی تو را کنم، خدایا من را ناپاک داخل این ماه نکن، پروردگارا من را ناپاک به استقبال این ماه نفرست، پروردگارا من را پاک کن، آلوده هست چشم من، گوش من، زبان من، دست من، پای من، شکم من، همه آلوده است، پروردگارا پاکش بگردن. ای چقدر بودن که رمضان نرسید و از این دنیا رفتن، رمضان پیشم روزه نگرفته بودن توبه نکرده بودن، رمضان پیششم توبه نکرده بودن، ولی به این رمضان نرسیدن، مردن و رفتن. چه خدا به ما تو لطف کرده، هنوز جان من و تو را نگرفته، تو رسیدی که انشاءالله برسی، انشاءالله برسی، تو رسیدی عزیز من. هر شب شب قدر است، اگر قدر شناسی از این وقت شروع بکن. یکی از بزرگان دین وقت ماه شعبان داخل میشد که این ماهی که ما هستیم همین شعبان است، میگه دکان خود را بسته میکرد،
داخل خانه خود میشد، با هیچ کسی حرف نمیزد، شروع میکرد به خواندن قرآن. سفیان ثوری رحمت الله علیه محدث بزرگ است، وقتی ماه مبارک رمضان داخل میشد میگه شروع میکرد به خواندن قرآن، فقط و فقط تمام روز قرآن میخوام. امام زهری امام حدیث است، محدث بزرگ است، جبل المحدثین است. وقتی ماه مبارک رمضان داخل میشد درس حدیث را بحث میکرد، در جلسه علما و شاگردان نمیرفت، شروع میکرد به خواندن قرآن. امام ماه که چی است؟ ماه قرآن. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. قرآن هدى للناس، هدایت برای بشریت. با قرآن خوب بگی، با قرآن در این ما رفیق شو. حتی رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان با جبریل دوره قرآن آغاز میکرده، و سالی که از دنیا رفتن در ماه مبارک رمضان دو دوره قرآن خواندن. امام شافعی رحمت الله علیه 60 بار در ماه مبارک رمضان ختم میکرد. چند مرتبه؟ 60 مرتبه در ماه مبارک رمضان ختم قرآن میکرد. اونا خب میدانستن که چی ماه آمده. عزیز من، ماه مغفرت، جوان عزیز، یه خواهش دارم از تو، برای نفع تو است، فایده به من نمی کند، ضرر هم به من نمی رسد، ولی اگر این سخن رو گوش کردی فایده به تو می رسد، اجر به تو می رسد، عزت به تو می رسد، شرف به تو می رسد، وقار به تو می رسد، کامیابی به تو می رسد. فقط یه خواهش از تو دارم جوان، میدانم پول داری، میدانم کار داری، میدانم آیفون داری، میدانم موبایل های بلند داری، اما یه خواهش میکنم در ماه مبارک رمضان فیسبوکت رو بسته کن. اگر نمیتوانی چشم خود رو کنترل بکنی جوان عزیز، اگر نمیتوانی چشم خود را کنترل بکنی، بله اگر تو به فیسبوک میری که قرآن میشنوی، صحبت و دعوت علما را میشنوی، اشکال نداره، اما اگر نمیتوانی 5% از نیکی و 95% از بدی استفاده میکنی، بسش بکن، واتساپ خود را بسش بکن. حتی اگر کسی را دوست داری، میخوای به همراهش ازدواج بکنی، تو هنوز نکاح نکردی، فقط این پیام برایش بده، یه فرصت داریم یک ماه، من خب با تو چند میکردم، با تو پیام میکردم، یک ماه یک فرصت داریم ما و تو، بیا تو هم دعا بکن، من هم دعا میکنم، من پاک شوم، تو هم پاک شوی، بعد از رمضان الله کل موانع را بردار، من با نکاح اسلامی با تو ازدواج میکنم. این کار را بکن که اون هم تکان بخورد، دختر مسلمان هم تکان بخورد، که سبحان الله با کی طرفه؟ با کسی که پیرو عمر است، با کسی که پیرو ابوبکر و عثمان و علی هست. این پیام رو بده به تمام دوستانت، حتی اون رفیقی که تو داری و تو مصروف گناه بودی، مصروف پابجی و لدو و همسار اینها بودی، برش بگو دیگر ماه آمده که با اینها خداحافظی، با کل گناه. ماه نیست که تو فوتبال نگاه کنی، ماه است که میدان مسابقه خودت است، تو وارد این میدان میشی، این میدان میدان مسابقه است. حسن بصری رحمت الله علیه میگه ماه رمضان میدان مسابقه است برای بندگان خدا، هر کی تلاش میکنه در این میدان بازنده نباشد، برنده باشد. پس عزیز من، در این میدان تو وارد بش و تلاش بکن از دیگران سبقت بگیری. ماه نیست که باز شب اول و دوم و سوم در تراویح مسجد پر است، قاری قرآن میخوند، شب چهارم و پنجم دیگه آهسته آهسته صفا تمام میشه. این ماه نیست که قاری در محراب قرآن میخوند، جوان پشت سر قرار نشسته و موبایل خود چک کردشته. این ماه نیست که قاری در قرآن داخل منبر شروع کرده، داخل محراب شروع کرده قرآن میخوند، داخل محراب قرآن میخوند، وی جوان رفته بیرون که ما آب مینوشم، یک ساعت زیاد دوام نمی کند،
پیرمردا در صف استادن، جوانا برو بیا، برو بیا، برو بیا. منافقین صفتش چیست؟ و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا یراؤون الناس. منافقین وقتی به سمت نماز بلند میشوند بسیار به تنبلی به نماز بلند میشوند، و این نماز هم یراؤون الناس به خاطر ریاست که به مردم نشون بده که من نماز خوان هستم. و لا یذکرون الله الا قلیلا، الله را ذکر نمیکنم مگر خیلی اندک. بحر الرایق یک کتاب فقه داریم ما، در اوجه میگه اونهایی که در تراویح نشست و برخاست میکنن و میرن و بیرون میاین و میشینن تا وقت رکوع، میگه در ذیل همین آیه داخل میشن. و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا، وقتی به سمت نماز منافقین بلند میشن بسیار به تنبلی بلند میشن. جوان عزیز، تو الحمدلله صحتمند هستی، جوان هستی، انرژی داری،